شاهده علوی همکارم اینجا در استودیو با ماست اعتراضات در دانشگاه باز هم مثل روزهای گذاشته پررنگتر از هر جای دیگری بله عملا به یک روال تبدیل شده در این در واقع این پنج هفته ای اخیر از روزهای شنبه تا چهارشنبه که دانشگاه بازه به طور متوسط روزانه دست کم 15 دانشگاه کلا داره این این در واقع میانگین بالاتر میره عددش در دانشگاه ها ما درگیری داشتیم بین دانشجویان و دستگاه سرکوب به این معنا که دانشجویان برای موارد مشخصی شعارها از همون دانشگاه شریف بسیار تون بوده مستقیم حاکم. رو هدف گرفته علی خامنه‌ای رو دیکتاتوری حاکم رو زن زندگی آزادی و البته مقابل با بسیج و حراست و دستگاه سرکوب ولی شکل متنوع پیدا کرده دیگه در این روزهای اخیر در بخشی معطوف بوده به اینکه اینها سلف ها رو به عنوان جایی که دانجو جدا میکنه یه, یه, کاسه بکنن چیزی که دیروز دیدیم بسیجی بعد از این که سلف در واقع برای حد در واقع زن و مرد شد گریه کردن انگار ارزش بزرگی از دست رفته که نشان میده ذهنیتی که این بچه ها دارن باشون وارد میکنن واقعا ذهنیت ارتجایی عقب مونده ای. که انگار اگر یک زن و مرد این دو سوی میز غذا بخورن اتفاق بسیار بزرگی میفته اما امروز یک وجوه دیگری هم داشت قابل توجه بود در شهر کرد دیدیم که یک اخوند بیرون کردن تو نماینده حکومتی اینجا حق صحبت نداری حرفا تکراری 45 سال میشنویم در شریف دوباره درگیر شدن با بسیج یعنی بسیج میخواد باز نیرو میگیره از بیرون منتها اهل کوتاه نیستن در امیر کبیر میهن رو دور ریختن خبرهایی بود گزارشهایی بود من نمیدونم به هرحال گزارشها منتشر شده که گویا در واقع کامیونهای میهن استفاده میشه برای دستگاه سرکوب به یک نحوی اینها این کار که در امیر کبیر اینها رو دور ریختن در اصفهان هم درگیری با حراست بود و در مصنعت و جای دیگم که فکر می‌کنم بیش از 20 دانشگاه من تا دیگه ندارم امروز تحسن‌های جدی دانشجویی بود که داره ادامه میده اعتراضای داخل شهر رو ممنونم شاید همینجا پیش شما بمون اخیرا سندی منتشر شده که نشون میده مقامات جمهوری اسلامی نگران گسترش همزمان اعتراض ها و اعتصاب هستند در این سند که تصویری از نامه وزیر کشور به شورای امنیت کشور احمد وحیدی از پیوند زدن به گفته او اختشاشات با اعتراضات سنفی معیشتی ابراز نگرانی کرده وزیر کشور در این نامه از مسئولان دستگاه دولتی خواسته از هر نوع طرح یا اقدام حساسیت برانگیز که میتونه موجب نارضایتی در میان اقشار و صنوف مختلف بشه جدا اجتناب کنند و عیدی همینطور خواسته که از شکیری اعتصاب در میان بعضی صنوف خصوصا رانندگان حمل بار کارگران صنعت نفت و گاز جلوگیری بشه همچنان با شاید علوی هستیم می‌بینم که خودت هم این سند رو جلوی دست داری چه نکاتی جلب توجه کرده بود سند قابل توجهی ای هست این سند که با قید خیلی محرمانه از طرف وزیر کشور رئیس شورای کشور به هیئت دولت رفته و امروز دست ما رسید در واقع قابل توجه است از این لحاظ که تایید میکنه تمام تحلیل هایی رو که ما در پنج هفته گذشته داشتیم که انقلاب جاری در ایران یکی از مسیرهای پیروزی آسانتر به معنای هزینه کمتر مردمی این هست که این اعتراضات خیابانی، دانش آموزی، دانشجویی مردمی و پشتوانه مردم در خارج از ایران با اعتصابات سراسری همراه بشه اینجا داره در واقع رئیس شورای کشور تایید میکنه که در این شرایط در واقع اگه اعتصاب باش هماهنگ بشه سیستم دچار مشکل میشه منتها نکته قابل توجهش این هست که میگه که از طرحهای حساس خودداری بشه همزمان می‌بینیم در تریبون‌های نماز جمعه در صدا و سیما رفتار بسیج رفتار دستگاه سرکوب همچنان ضد خواسته های مردم چون اساساً سیستم ظرفیت اینو نداره که به شیوه ای رفتار کنه که مردم راضی باشن برای همین مردم خواهان رفتنش هستن یا گفته که حوزه های احتمالی اعتراضات شناسایی بشه نکته این هست که اساساً در واقع من اینو بگم کارشناسی که من برای دست من رسونده میگه اصلا خب کدوم حوزه چه کار میتونیم بکنیم ما که میتونیم گرانی رو کنترل بکنیم ما میتونیم گشت نشاط رو کنترل بکنیم ما میتونیم دستگاه سرکوب کنترل بکنیم ما از کنترل در واقع در واقع همه وجوه زندگی اجتماعی سیاسی عاجزیم یعنی این نامه که نوشته شده نوعی در واقع همون ادامه ابراز ترسی هست که ما در چند هفته گذشته دیدیم حکومت میترسه و این ترس رو میخواد منتقل بکنه و انگار کمکی بگیره از این جای معجزه‌وار کمک بگیره مثلا یک وزارت یک هیئتی بیاد بگه ما این کار رو کردیم راه حلشه چون کارشناس من میگه که ما این نامه رو گرفتیم اما هیچ راه حلی نداریم ما که نمیتونیم بگیم دستگاه سرکوب رو جمع کن نه. با دنیا به توافق برس انتخابات رو برگزار کن رهبرت رو بذار کنار به این ترتیب و البته اون نکته که در خبر خود ما هم بود من در یک جمله بگم این مسئله در واقع اعتصاب در رانندگان حمله بار ما میدونیم که ولت صنعت نفت رو داره میگه اگر کامیون داره اعتصاب بکنن کل سیستم میخوابه این یک فکت ممنونم شاید علوی همکارم اینجا در استودیو